با سلام و درود حضور بینندگان عزیز برنامه راه حل، من سعید سلطانپور در شامگاه چهارشنبه 14 ماه می 2014 برابر با پنجشنبه صبح 25 اردیبهشت 1393 سلام و درود تقدیم میکنم خود حضور شما عزیزان. امیدوارم هر جا که هستید شاد و شادکام باشید. ساعت 8:40 دقیقه به وقت تورنتو و ساعت 5 به وقت صبح تهرانه. امیدواریم که شب و روز خوبی رو داشته باشید و من امشب یک برنامه دیگر رو خدمت شما عزیزان در تلویزیون اینترنتی US ایران TV تقدیمتون میکنم در مورد خبرهای انتخاباتی اونتاریو، در رابطه با خبرهای کانادا و خبرهایی که ایران در رابطه خبر که خیلیه و خبرهای داغ که زیاده. اجازه بدید اول بریم سراغ انتخابات اونتاریو. انتخابات اونتاریو امروز آقای تیم هوداگ رهبر حزب محافظه‌کار یک پلتفرمش رو اعلام کرد و در پلتفرمی که داره اونتاریو پی سی بچه ها از کنید جزوید که برمی که اونتاریو پی سی پلاتفورم سیز لارجر کلاس سایزز کانسلز تیچر پی هایز. آقای تیم هوداک تمام قد داره میره به سمت مایک هریس و دوران مایک هریس و اعلام کردش که ایشون اعلام کرد که کلاس ها رو تعدادشون رو تعداد دانش آموز ها رو بیشتر خواهد کرد، افزایش حقوق معلم ها رو متوقف خواهد کرد تا بتونه تا سال 2016 12 میلیارد دلار کسری بودجه اونتاریو رو که سالانه البته سال نزدیک 1 میلیارد دلار ما بیمه میدیم و دستاورد حزب لیبرال اونتاریو هستش رو پاک بکنه. در حال یک سیاست های ریاضت اقتصادی است. آقای تیم هوداک اعلام کردش که در حال یک سری شغل جدیدی هم تا سال 1 میلیون جابی رو 1 میلیون شغل رو هم که میگه میگه تا سال 2022 ایجاد خواهد کرد. خانم کتلین وین که امروز در میسیساگا بودش یک در حقیقت یک بوست، یک حمایت خیلی قوی رو امروز از خانم هیزال مکلی شهردار 93 ساله میسیساگا، یکی از شهرهای پرقدرت اونتاریو و یکی از شهرهای پرقدرت کانادا، در حالشون بیش از 20 خورده ساله که شهرداره و مردم هم بهش رنگ دادن. ایشون شهردار میسیساگا امروز گفتش که من لیدرشیپ رهبری خانم کتلین وین رو تایید میکنم و البته ایشون از یک نظری میگفتش که شهرها نیاز دارن به دولت اکثریتی در کوینز پارک تا بتونن بهتر باهاش روبرو بشن، برای اینکه و خواستار اینه که قدرت بیشتری دولت اونتاریو به شهرداری ها برای افزایش مالیات بده. در حال این هم یک بخشی است که میبینیم که هست. در حال یک وزنه مهمیه در انتخابات در میسیساگا. فرودگاه تورنتو هم پیرسون اینترنشنال در میسیساگا قرار داره. میسیساگا یکی از شهرهایی که در عین اینکه مدرنه بسیار از مهاجرا رو به خودش میپذیره، فرودگاه بین‌المللی توشه و قیمتش هم نسبت به جاهای دیگه مناسب تره. در حال یکی از مدیران با کفایت، شهرداری های با کفایت هستش که در حال خوبه که دیده بشه. خانم اندی هوروت هم در امروز رفتش تندر بی رهبر NDP و البته یک نظرسنجی میگه که تیم هوداک 36% رای داره و از بقیه جلوتره، ولی در حال
امروز خانم وین به شدت به ایشون حمله کرد و گفتش که داره میبره به سمت مایک هریس، دوران مایک هریس و به سمت بحران اقتصادی که ما در اون دوران باهاش روبرو شدیم. در حال مسئله اقتصادی بسیار مهمه. خانم وین میگه که هودک فالوینگ فور دی استپس اف فورمر اونتاریو پریمیر مارک هریس این نیولی آن، در حالی که در توریچ مونتین هم در حال فعالیت های انتخاباتی هستش، هنوز آنچنان داغ نیست. فقط تنها در حقیقت آقای تیم هوداک با این طرحی که داده، طرح 1 میلیون ایجاد کار و اخراج 100,000 نفر از کارمندان دولتی، عملا یک هیجانی به این انتخابات داده، چون بالاخره موافق و مخالف زیاد پیدا میشن و در این زمینه یک از حوزه هایی که بحث میشه همینه. دو تا حزب دیگه عملا برنامه جدیدی رو که مثلا جنجالی باشه ندارن و اینکه به تر همه از آقای تیم هدا که توضیح میخوان که چگونه این مسئله اتفاق میفته و قراره که شغل ایجاد بشه، این 1 میلیون شغلی که هست. در حال معلم ها اتحادیه خیلی قوی دارن، معلم ها پول خوبی هم میگیرن و در حال خب دردسر زیادی هم دارن، ولی خدا وکیل نسبت معلم های مثلا کشورهای ایران و کشورهای آسیایی اصلا کارشون قابل مقایسه نیست. خیلی سال گل بعد میبینیسه که آقای هودک، خانم شهردار میسیزاقا، به آقای هودک حمله کرد به خاطر اینکه جا شغل ها رو کات میکنه. ببینید توی کانادا بین بی خانمان شدن چیزی در حدود مخصوصا برای خودشون سفید پوست ها مهاجراتون بالاخره همیشه سخت کار میکنن، سختتر کار میکنن، کمتر در میارن، بیشتر مقالندیشن، محافظه کارتر هستن، برای روز پسند در روز مبادا بیشتر فکر میکنن، کمتر خرج میکنن و انتباق بیشتری دارن برای اینکه بتونن کارهای دیگه ای بکنن. قدرت مقاومتشون بیشتره، ولی سفید پوست ها اینجوری نیستن. در حال تو اینا همشون از اون اول رفتن سر کارهای خوب و دقیقا درآمدهای خوب و به محض اینکه اینها خدای نکرده کارشون از دست بدن، ظرف 3 ماه تا 5 ماه میتونن خونه رو از دست بدن. تو شما 3 ماه اگر پول ندید، بانک خونه رو میگیره و در حال حراج میکنه و بعدش هم خیلی کمتر کسی میتونه، زنی یا خانم ها اینجوری با مردهایی که درآمد ندارند، خونه رو ندارند، توی کانادا درصد طلاق خیلی میره بالا، یا حال از نظر روحی خیلی آدم ها در حال داغون میشن و این مسئله بسیار مهمه. برای یک استان 12 میلیونی اخراج 100,000 نفر توی 1 سال یا 2 سال خیلی تأثیر مثبتی داره. من نمیدونم واقعا آقای تیم هوداک چگونه میخواد این کار رو انجام بده، در حال ضربات جبران ناپذیری خواهد کرد. ببینید در حال نکته که مهمه به عنوان یک مهاجر عرض میکنم خدمتون، بایستی بقیه شغلهای مهاجرها هم به سمت رفاهی که شغلهای مثل معلمها و کارمندهای دولتی دارن بره. هرچند وجدان کاری متاسفانه در سیستم اداری کانادا خیلی کمرنگ شده و در هر حال یا اتحادیه کارگری کمرنگ شده، ولی این دلیل موجهی نیست برای اخراج کارمندها و 100,000 آدم رو اخراج کردن، بعد از اون طرف 1 میلیون شغل ایجاد کردن. در حال نامناسبه، برای وقتی که میدونید که اینا وقتی میان بیرون باستی برن اون شغلایی که شما شغل رو که هستید بدن، بر اثر سنوات بیشتر حقوق بیشتری میگیرید و دوباره باید برید
بیرون مثلا بری والمارت کار بکنی با ساعت مینیمم حداقل 10 دلار 25 سنت از اول روز از نو روزی از نو و وقتی که هزینه ها سر جاش هست حال خیلی دردناک خواهد بود. یک جراحی بسیار